دیگه خدا کنه ویدیو خوشتان باشه. خوشتان باشه. خلاص خنده. دوست عزیز خوش آمدین در فلوگ نو ما. سلام. امروز تاریخ 2 فوریه است، یک سال میشه که به خیر عروسی کردیم. تبریک باشه برات. تشکر، بر خودتم تبریک باشه. یا امروز انیورسری ماست. دیگه مرا تبریکی بدین که یک سال که در پرنیان تانستم گزاران کنم. ها ها، چقدر مشکل بود ها؟ امروز میخواستیم یک ویدیو جور کنیم که دوستا زیاد ما رو پرسان کرده از خاطر آرسی ما در اینستاگرام، او رو جواب بتیم و یکان جای آرسی ما رو سعی کنیم پستر که شما یک جای و یکان اکس های آرسی ما رو کتابال نشان ندادیم برای کسی بر شما نشان بتیم و خدا کنه این ویدیو خوشتان بیایه و تا آخره کده ما باشین. قسمه که میبینین ما در جای کارسی کردیم، در اونجا نیستیم، ما در اگزال دیگه هسته، نامش کونینگ هسته، در امستردام هست، یا بسیار زال مقبول است. اینجا را چرا انتخاب کردیم پریان؟ از خاطر اینجا بود که فهیم جان دفعه اول مرا دید، یعنی در ایزار کل چیز شروع شد. در اینجا آرسی کزن پرنیان دختر خالش، در اینجا ما فلم برداری میکردیم و من پرنیان دیدم. در اینم اینجا پرنیان سرم عاشق شد. نه چینج تو سرما دیگه. از او خاطر گفتم بیک از در کراون خارسی ما بود کلگی دید، گفتم میم در ایزال که ایزال هم یکم آشنا شوین. یک زال بسیار مقبول هم است راستی، عیف که محفل حال نیستم. راستی زیاد سوال بود و ما یک چند تا انتخاب کردم، کوشش میکنم که سوال ها رو برتان جواب بدم. اوکی، سوال اولی است که چقدر وقت گرفت که پلان آرسی رو جور کنین؟ راستش بگم ات زیاد دیادم نیستم، اگر شاید یک سال بود، یک سال باشه. یک سال 100% از خاطر که زال باید پیش از پیش بوک میکدیم، که هنرمندا باید گپ میزدیم. کالای تو برای آرسی هم مهم همی است که باید اول زال رزرف کنی، از خاطر که مهمترین هم موسته در موشب دیگه. از خاطر ما هم اول زال رزرف کردیم، بعد از او دیگه پلانای خود پیش بردیم. یکی پرسان کرده که قیمت زال چند است؟ در زال که ما آرسی کردیم برای یک شب قیمتش بین 10,000 تا 12,000 یورو است، نظر به ایست به کدام روز آرسی است. دیگه 10,000 تا 12,000 و بدون نان است، این تنها سالون است، نان باید علایده بک کنی. یکی پرسان که قیمت پیرن چند شده؟ پیرن ما نرمال 5,000 یورو بود، مگم از خاطر آرزو جان بر ما 4,000 یورو افتید و پیرن ما کلش امرای دست کار شده و یک تک سنگ است امرای موره و همچنان جالیش هم مرغم است و دیزاینش خورم دادم و آرزو جان بر ما جور کرد. یکی دیگه پرسان کرد که چند نفر در محفل ما یا میمان در محفل ما آمده بود؟ تقریبا 400-400.5 شده. ما نمیخواستیم، ما میخواستیم که یک 300-350 از خاطر همقه مقبول میاد در فلم و بیروبار هم نمیشه، مگر هم یاد دیگه در آخرها یکم یکان تا زیاد اکسترا شد که پسان یکم بیروبار شد، مگم 400-450 نفر بودک. یکی پرسان کده که کار دکوریشن ما را دارسی ما کی کدک؟ افنت فلاور افشیل کدک، بسما ویدنگز و یور دریم کریشن. مگم زیاد زیاد شد افنت فلاور افشیل از فرانکفورت که هستن و زیاد کارش پیش بردن. بازم تشکر. سوال دیگه است، یک کسی مرا پرسان کرد که زیورات افغانی در کالا افغانی که من پوشیده بودم از کی بود؟ از کوچی موده؟ کوچی موده بود نه؟ از انگلند. از انگلند. یکی پرسان کرده که چرا دارسی کالای نکان نپوشیده بودی؟ من نکای خود بخت در شینی خوری کرده بودم، از او خاطر ضرور نبود که باز کالا سبز بپوشم، مگم بازم من در کالا افغانی در رنگ سبز انتخاب کردم و در روسی پوشیدم. یکی پرسان کرده که میگه چرا در آرسی دو تا پیرن سفید پوشیدی؟ اوکی،
اخت نفر ما را پرسان کردن این سواله ایرغم بود که ما و فهیم جان پلان داشتم که پیش از 5 بجه ما عکس امرای فامیل بگیرم ان من نمیخواستم امرای او پیران کلان در شروع داخل بیایم میخواستم که یک سپرایز باشه از او خاطر ما پیران از The Bridal Clothes گرفتم و او یک کم دیسنت بود تو زیاد کلان نبود مثل پیران عروسی دیگه ایم اینجا یک کس پرسان کرده که فهیم جان کل خرج محفل داده از خاطر رواج افغان هاست همتو فکر میکنم از کلگیست که بچه عروسی رو میگیره و دختر شیرینی خوری رو دیگه با ما همتو بود مصرف عروسی رو یارم کردم و از شیرینی خوری رو پرنیان کردک یکی پرسان کرده که میکاپ تا عروسی کی کردک میکاپ ما بورچین کرد و پسان شاو که پس موهای خود که جور کردم اولین ستودیو بود که موهای ما پس ناو کرد و یکم مرا پس فرش جور کرده که یکی پرسان کرده که چقدر تال خورده که تا که پیران عروسی تیار شد ما فکر میکنم 4-5 ماه تال خورد اما نرمال یکم بیشتر تال میخوره اما از خاطر ما عروس جان رو میشناختم بر ما یکم تیزتر جور کردن یکی پرسان کرده که کدام بست مومنت آرسی بوده برای خودت؟ از ما وقتی که ما و فهیم جان از اینا تا شدم و از ما امون وقت که انگشتر در دست پرنیان کردم اون امون وقت راستی که خوب احساس کردم خدا این سوال هم زیاد نفر ما رو پرسان کرده که مصرف یا خرج محفل ما چند بود؟ کلش یا تقریبا فکر کنم بین 40-50 هزار و اگه ما نفرها رو نمیشناختیم شاید ایندگان زیادتر هم میشد اگه بین 40 هزار-50 هزار شده دیگه کدیم کل مصرف یا یکی پرسان کرده که چرا برایت میتز نداشتین در آرسیتان اولا مخورم نمیخواستم و دومشم راستش بگم وقتش نداشتم که برایت میتز داشته باشم از خاطر دیگه پروگرام بود یا و ما بالارین هست داشتیم دارسی ما با هم بسیار سپیشال بوده زیاد مقبول رقص بود یکی پرسان کرده که در محفل ما کرام خواننده بوده و کرامش فیوریت بود یا دارسی ما میتونستیم جات و نرمنده را بخواییم خبر هم بودن داشتیم مگم سر استیج نمیخواستیم از خاطر اگر نزیاد بیروبار میشدک از او خاطر دوران جان اعتمادی بودک سر استیج صدیق جان یعقوب بودک و پسان ساعت 12:00 بجه شو سپیشل شو داشتیم از آریا بند که وام بسیار یک شوی مقبول دادن و فیدیوهایش حتما دیدین اگر ندیدین میتونین در یوتیوب چنل ما سعی کنین این سوالایی بود که از اینستاگرام شده بود و زیاد کسا دیگه سوالا داشت که درباره آرسی ما میخواییم درباره از یکم گپ بزنیم و یکان فیدیوهای آرسی ما را براتون نشان بدیم مثلا سنه اینی که میبینین سنه بتل ای را پرسان که زیاد که ما پیش از پیش جور کرده بودیم یا ای همه تا سپونتان یک دفعه شد ای سپونتان بوده که ما خود ما همونجا رقص بازی میکردیم که یک دفعه اکمل جان از ستیت تا شده که در پایین بچه ها را یک طرف که دخترها را یک طرف و سر ما یک مسابقه زدک و اون مسابقه را میفهمیم که ما بردم نه یا اصلی رقم بود که اکمل جان شما یک چیز یادتان رفت که در خواندن ما بانن از خاطر خواندن ارقم است الا چرخ بزن شانه بزن کمر بزن مگم از ما تنها چرخ بود و شانه بود کمرم نبود نه؟ الا چرخ بزن شانه بزنه شانه شان کم آمد بچه دم ایدان با قابل خندان از خاطر بردی از این یکم کم بوده که مگم کلگی میفهمت که ما بردیم اکسکیز باش یک دقیقه اما تو باید ارغم فکر کنی که پیران ما 15 کیلو بود وزنش و در او ات زیاد رقص تیز نمیتونستم بکنم just to info از او خاطر او بتل ازم ایچ حساب نمیشه برای من sorry اوکی پسان یک بتل نام میکنم دیگه دوستا پرسان میکرد در حساب نان که در محفل ما جور شده بود او را کاکا مچا جور کرده بود از مسی کیترینگ the best دیگه نانش قمزدار بود قمزدار بود و از هر چیز بسیار یک چیزای سپیشال جور کرده بود از خاطر که تنها برنج و چیزا نبود دیگه چند قسم کباب بود باربکیو بود
بسیار چیزای جالب جور کرده بود و این فیدیویش هست خودتان هم میبینین و اطمان اگر آرسی شما باشه میتونین اطمان را رزرف کنین که بر شما ممتو یک نان سپیشل جور کنه. زیاد کسا پرسان هم کردن که چرا ما بر کلگی میمونا که داخل میامد از دوسپندک ها جور کرده بودیم که باید میپوشیدن، از خاطر که ما نمیخواستیم کسای خبر نباشه آرسی ما بیایه، از او خاطر ما ده تا بادیگارد هم گرفته بودیم سیکیوریتی که هر کس میامد کارت خود نشان میداد با دوسپندک میگرفت از امانزاده ویدینگز که دوسپنده رو برشان توضیح میکرد باز وا داخل میامدن و اگر اتو نمیکردیم شاید آرسی ما این از 500 600 700 نفر زیادتر میامد، از او خاطر ما امی کار کردیم. تشکر که فیدیوی ما را دیدین و کسایی که بر ما مسیج های روان کرده از خاطر انیورسری ما هست امروز، بسیار زیاد تشکر. تشکر و بسیار زیاد. یک فیدیو دوستا بر ما روان کرده که ما را تبریکی میخواید بته، او را در آخر فیدیو مندازیم و یک فیدیو دیگه هم جور میکنیم که در اکس های ما از آرسی ما که تا بال او را کسی ندیده او را آنلاین مندازیم، او را حتما ببینین. و اگه این فیدیو خوشتان آمده باشه از یادتون نره که لایک کنین، شیر کنین و یوتیوب چینل ما را سبسکرایب کنین. دیگه تا دیگه فیدیو، خداحافظتان. خداحافظ. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم خوب باشین. امروز تاریخ 2/2/2021 که دقیقا در همین روز یک سال قبل عروسی دوست بسیار خوب ما فهیم جان تنویر بود. فهیم جان از طریق از ویدیو سالگرد عروسی تان را براتان تبریک میگم و آرزو داریم که همیشه خوش و خوشبخت باشین در زندگیتان و نگفتن همونه بسیار خاطرات خوب خوش داشتیم، بسیار یک عروسی خوب با برنامه های بسیار جالب دیدنی. اگه بازم جور باشین، صحت باشین، خوشبخت باشین. دوستای نهایت عزیز گرانقدر سلام، دوران اعتمادی هستم، امید دارم هر جا باشین صحت سلامت باشین، از کرونا هم دور باشین. سال گذشته در این وقت ما در ترتیبات عروسی فهیم جان و پرنیان جان بودیم که از این تاریخ برشان باز هم تبریک میگم، سالای خوش با صحتمندی برشان آرزو میگم، انشالله که متو تفلکای قندول قندول چوچه بخیر به دنیا بیارن. ترتیبات بسیار عالی گرفته بودن فهیم جان، پرنیان جان و تیم که کچان همکاری داشتن، امانزاده ویدینگز بودن دیگه، هر کس به نوبه خود بسیار زیاد زحمت زیاد کشید و همچنان فهیم جان یک پلان بسیار زیاد مقبول درست کرده بود که کده فورز اند اپ که یک میکس افغانی و نمودب کرده درست کرده بودیم. سر از اوام ایزر زیاد کار کردیم، زحمت های زیاد کشیدیم. همکارایی که امو شاکت ما بودن یما جان صفی، منصور جان واصل، دیاب جان قادری و هنرمند انجل تلایی صدیق جان یعقوب که ما یک بخش برنامه افتخار بر ما بخشیدن که ما یک بخش برنامه را برشان پیش برده تانستیم. سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم همه شما جور صد من سر حال باشین. امروز 2 فوریه است که سالگرد عروسی دو دوست بسیار عزیز و دوست داشتنی من فهیم جان و سارا جان است که از صمیم قلب برشان تبریک میگم. دیگه این روز عروسی واقعا هیچ وقت از یاد من نمیره، چون یکی از عروسی هایی است که من در عمر خود ندیده بودم. دیگه خاطره جالبه که من از روز عرصی داشتم، وقتی که رقص من وقتی میخواست شروع شوه بسیار استرس داشتم چون بار اول بود میرفتیدم در بین محفل پیش همگی. دیگه فهیم جانم در بالا در دلش گفته میرفت که خدا جان زبی یادش نره، رقص یادش نره. اما وقتی که رقص شروع شد براستی ها من 4-5 ثانیه رقص یادم رفت، ایران مادم چی کنم، اما خدا را شکر که پس دوباره رقص یادم اومد و رقص انجام دادم، همه کی خوشان اومد، واقعا زیاد جالب بود و برام تجربه اولم. دیگه یک خاطره جالب دیگه هم دارم که وقتی که محفل عرسی خلاص شد تمام مهمان ها رفتن، ما و پرنیان و فهیم ماندیم، میخواستم به طرف هتل که در سراب پرنیان جان گشنه شد و دیگه هر طرف میریم هر هتل هر جایی قایم پرنیان هم دیگه نظم گشنگی میناله، میگه خدا جان تو کنم شو کم گشنه است. دیگه باز بلاخره من رفتن هتل دیگه نایفم پرنیان که نانیاف یا نایف. السلام علیکم دوستای عزیز، آرزو دارم که کلی خوب باشن در این وقت کرونا، کلتون جور باشین. ما و تیم امازاده ویدینگز یک سال پیش آرسی سارا جان و فهیم جان پیش بردیم
و از این طریق میخواستم از فهیم جان و پنیا جان تبریک بکنم که سالگره آرسیشان هسته و آرسیشان خدا کنه خوشتان آمده باشه که در یوتیوب دیدن فهیم جان کت ما یک پلان خوب درست که و نوم بوده یک کنسپت نو بوده که ما پیش بردیم خدا کنه که شما را کلکتان خوشتان آمده باشه کت فرسان دب که یک چیزی نو جور کده بودیم که اینترشن در موزیک افغانی بوده کت دورجان عزیز کت یعقوب جان صدیقی و آریو بند دیگه محفل مست و شاد و گرم بوده که ما احساس کردیم که محفل از خود است دیگه خدا کنه که 100 سال دیگه یک جای عمر ببینن به پای هم پیر شوین ان شاء الله بخیر و شما را زیاد دوست دارم.